میبینی؟ میبینی فاطمه؟ هی مدام با دست نشان. میدانم که سینه هاشان از عشق توهیست، نه از عشق که از هر چیزی که با آن به آنها بتوان گفت، آنها از هر چیزی که بوی آدمیت بدهد توهیست. خنده ها و گریه هاشان نفرین ابدی کیهانی است، شیطان است گویی که در پوست آنها. حالا هی مدام از دور با انگشت نشانم میدهند. من جای نمیرم، همین جا کنار تو هستم. تنها دارم ما بین مزار تو و آن دور دست ها که نخلستان تنهای من بعد توست هروله میکنم. هی میروم، ای بر میگردم، فقط همین را هم چشم دیدن ندارم. به من گفتی شبانه دفنم. تو از تبار آفتابی، از قبیله نور. من آفتاب را، من آفتاب را چگونه به خاک کنم؟ تنها مانده فاطمه، فاطمه تنها. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در شخصیت و عظمت حضرت زهرا سلام الله علیها در خصوص علم حضرت زهرا سلام الله علیها گفتیم، نکاتی رو عرض بکنیم که در حدی بتونیم اون عظمت علمی فاطمه سلام الله علیها رو متوجهش باشیم که این بانوی بزرگ اسلام در چه جایگاهی قرار داشتن. در روایتی آقا موسی بن جعفر صلوات الله و سلامه علیه خبر از علومی که خداوند متعال در اختیار انبیا گذاشته دادن، فرمودند در بین انبیا که پیامبرانی که نبی بودند و اونهایی که مرسل بودند، رسول بودند، و پیامبران اولوالعزم، یعنی سه دسته از پیامبران که البته پیامبران اولوالعزم هم رسول بودند و هم نبی، پیامبرانی که رسول بودند نبی بودند و اونهایی که نبی بودند تنها که فرق بود بین اینها، که اونهایی که نبی بودن خواستن فقط ارتباط وحی و اتصالشون با پروردگار بود که اگر مردم میخوان دستورات الهی رو اخذ بکنن به اونها مراجعه بکنن و اونها فرمان خدا رو به اونها ابلاغ بکنن. اما پیامبرانی که در جایگاه مرسلین قرار میگرفتن، اینها تکلیف داشتن علاوه بر ابلاغ دستورات الهی بر مردم، راوی افتن در بین مردم، دستورات رو به تک تک مردم برسونن و اگر شرایط محقق بود حکومت الهی برپا بکنن. و پیامبران اولوالعزم صاحب شریعت بودن و کتاب آسمانی، و از این پیامبر اولوالعزم تا پیامبر اولوالعزم بعدی تمام شریعت و دستوراتی که او ابلاغ کرده بود از جانب پروردگار منتشر در بین مردم میشد.
آقا فرمودن که به هر پیامبری، به هر نبیی خداوند متعال اونچنان علمی داده بود که اگر تمام دانشمندان عالم رو جمع بکنیم و علمشون رو همه رو هم بریزیم، در مقابل اون علم نبی مثل قطره‌ای در مقابل هفت اقیانوس عظیم. بعد فرمودن خداوند متعال به هر رسولش اونچنان علمی داده بود که اگر علم همه نبی انبیا رو هم جمع بکنیم، اون که نبی هست، در مقایسه با رسول مثل قطره است در مقابل هفت اقیانوس عظیم. بعد فرمودن علمی که خدا به پیامبران اولوالعزم عنایت کرده، در مقایسه اگر بخوان بکنیم پیامبرانی که مرسل بودند، پیامبران مرسل علمشون در مقایسه با اولوالعزم باز مثل قطره‌ای بود در مقابل هفت اقیانوس عظیم. و باز فرمودن خداوند علمی که به پیامبر خاتم عنایت کرد که سید و آقای انبیاء و مرسلین هست، اگر مقایسه میخواست بشه با پیامبران اولوالعزم، پیامبران اولوالعزم علمشون مثل قطره‌ای بود باز در مقابل هفت اقیانوس عظیم که خدا به پیامبر خاتم داده. بعد مختون عقلها فرمودن این اون علومی که خدا به پیامبر خاتم داده، پیامبر به امیر المؤمنین و فاطمه زهرا منتقل کردن. فاطمه همون گونه علم داشت که به پیامبر خاتم عنایت شده بود و در اختیار داشت. و جالب این که خود پیامبر گرامی اسلام فرمودند یکی از جهاتی که دخترم فاطمه رو فاطمه نامیدند این بود که خداوند متعال او رو به سبب علم از شیر گرفت. فاطمه از شیر گرفته شد به سبب علم. و این خیلی نکته جالبی است و مورد توجه و توجه میده همه خلق رو و اصلا عظمتی است که درکش برای ما خیلی سخت و ثقیل میشه، به خاطر اینکه ما میبینیم که در بین مردم مرسومه وقتی که بچه شیرخوری شیر میخوره و عادت کرده به خوردن شیر و سینه مادر، در اون زمانی که دیگه پایان شیرخوارگی است و میخوان از شیر بگیرن، با یک بهانه ای از شیر جداش میکنن هر کسی رو به یک طریقی. این مرسومه در بین همه مردم. چه عظمتی فاطمه داره که وقتی میخوان از شیر بگیرن فاطمه رو، با علم، به سبب دادن علم و اشتغال او به علوم الهی او رو از شیر میگیرن. اصلا فهمیدن این نکته برای بشر خیلی سخته و اون عظمت فاطمه رو میرسونه که اون چه جایگاهی نزد پروردگار داشته که خداوند به بهترین ها او رو گرامی میداره و علم در اختیار میذاره، که حتی در تفسیر این نام شریف فاطمه که در قرآن مطرح شد که انا اعطیناک الکوثر، در یه بخشی او کوثر رو به عنوان علم کثیر ذکر میکنن که خداوند متعال بزرگترین و بالاترین علومش رو در اختیار او قرار میده و فاطمه عالمه ای میشه در خلقت که بی نظیره، که تمام علوم عالم در اختیارشه. و جالب این که در اون کتاب فاطمه که آقا امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمودن تمام نیاز بشر، اونچه که لازم داره در زندگی دنیا و آخرتش، خداوند در کتاب فاطمه قرار داده. یعنی مهمترین و اصلی ترین ملزومات بشر از طریق فاطمه آمده، منتهاش خب با قصب خلافت امیر المؤمنین و انحراف مردم از مسیر ولایت، این جزء اسرار الهی شد، در اختیار اهل بیت عصمت و طهارت قرار گرفت و قرار است فرزندشون حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف بعد از اینکه حکومت الهی برپا کردن اون کتاب فاطمه رو بیارن و عیناً مو به مو بشر به او عمل بکنه که اون راه سعادت و رسیدن به کماله.
لذا وقتی که به این نکات و احادیث انسان توجه میکنه، اون جایگاه علمی فاطمه زهرا سلام الله علیها تا اون حدی که بتونیم درک کنیم و بفهمیم، که البته دانشمندان، علما، بزرگان متحیرن در این عظمت علمی، حتی فقط در همین جملات کوتاهی که گاهی از بیان فاطمه زهرا سلام الله علیها مطرح شده، در این همین احادیث مختصری که گاهی بیان شده از جانب ایشون و نکات کمی که ایشون آشکار کرده، متحیر و مبهوت موندن، چه رسد به اون مسائلی که در اسرار قرار گرفته و اونها وقتی آشکار بشه که فرزندشون مهدی حتما خواهن آمد و اونها رو آشکار خواهن کرد، اون روزه که بشر سر سفره علمی فاطمه زهرا سلام الله علیها بهره‌مند خواهد شد. و امیدواریم خداوند متعال توفیق بده به ما که در اون روز باشیم و بهره‌مند از اون علوم الهی انشاءالله. چرا جفا کردند؟ چرا سر برتافتند؟ چرا عصیان کردند؟ به کجا میخواستند بروند؟ چه میشد اگر ابو جهل و ابو لهب هم راه ابو ذر را میرفتند؟ من و کل کائنات موظف شدیم سلمان را به خاطر ارادتش به شما خدمت کنیم، گرامی بداریم، عزیز بشمریم. چه میشد اگر بقیه هم پا جای پای سلمان میگذاشتند؟ پا جای پای سلمان نگذاشتند، ولی چرا دشمنی کردند؟ چرا کینه ورزیدند؟ چرا رذالت کردند؟ من که از ابتدای خلقت شوقم به این بود که آسمان مدینه بشوم، گاهی از شدت خشم به خود می لرزیدم، صدای سایش دندانهایم را اگر گوش هوشی بود به یقین می شنید. گاهی تأسف می خوردم، گاهی حسرت می کشیدم، گاهی گریه می کردم، گاهی کبود می شدم، گاهی اشک می ریختم، گاهی زجه می زدم، گاهی خون می خوردم و گاهی خود را ملامت می کردم. من از کجا می دانستم باید شاهد این همه مصیبت باشم؟ چه شبی بود دیشب؟ سنگینی بار مصیبت دیشب تا آخرین لحظه حیات بر پشت من سنگینی می کند، همچنان که این قهر بزرگوانه تو کمر تاریخ را می شکند. از علی خواستی که تو را شبانه دفن کند و مزارت را از چشم همگان مخفی بدارد. می خواستی به دشمنانت بگویی دود این آتش ظلمی که شما برافروخته اید نه فقط به چشم شما، که به چشم تاریخ می رود و انسانیت تا روز حشر از مزار دردانه خدا محروم می ماند. چه سند مظلومیت جاودانه ای و چه انتقام کریمانه ای. دل من به راستی خنک شد وقتی که صبح دشمنان تو با 40 قبر مشابه در بقیع مواجه شدند و نتوانستند بفهمند که مدفن دختر پیامبر کجاست. 40 قبر مشابه، 40 قبر همسان، و انسانها بعضی واله و سرگشته، برخی متعجب و حیران، عده‌ای مغبون و شکست خورده، گروهی از خشم و غضب کف به لب آورد و معدودی از خواب پریده و هوشیار شده. عمر گفت نشد، اینطور نمی‌شود. نبش قبر خواهیم کرد، همه قبرها را خواهیم شکافت، جنازه دختر پیامبر را پیدا خواهیم کرد، بر اون نماز خواهیم خواند. و دوباره خبر به علی رسید، همان امیری که تو گاهی از سکوت و حلم و صبوریش در شگفت و گاهی متعجب می‌شد. از جا برخاست، همان قبای زرد رزمش را برتن کرد، همان پیشانی بند جهاد را بر پیشانی بست، شمشیری را که به مصلحت در غلاف فشرده بود بیرون کشید و به سمت بقیع راه افتاد. تو به یقین دیدی و بر خود بالیدی، اما کاش بر روی زمین میبودی، میدیدی که زمین چگونه از صلابت گامهای علی میلرزد. وقتی به بقیع رسید بر بالای بلندی ایستاد، صورتش از خشم گداخته و رگهای گردنش متورم شده بود. فریاد کشید
وای اگر دست کسی به این قبرها بخورد، همه تان را از لب تیغ خواهم گذراند. عمر گفت ای ابوالحسن، به خدا که نبش قبر خواهیم کرد و بر جنازه فاطمه نماز خواهیم خواند. علی از بلندای حلم فرود آمد، دست در کمربند عمر برد، او را از جا کند و بر زمین افکند، پا بر سینه‌اش نهاد و گفت ای ابن خطاب، اگر دیدی از حقم صرف نظر کردم، از مثل تو نترسیدم، ترسیدم که مردم از اصل دین برگردند، مأمور به سکوت بودم. اما در مورد قبر و وصیت فاطمه نه، سکوت نمی کنم، قسم به خدایی که جان علی در دست اوست، اگر دستی به سوی قبرها دراز شود، آن دست به بدن باز نخواهد گشت، زمین را از خونتان رنگین می کنم. عمر به التماس افتاد و ابوبکر گفت ای ابوالحسن، تو را به حق خدا و پیامبرش از او دست بردار، ما کاری که تو نپسندی نمی کنیم. علی شوی با صلابت تو رهایشان کرد و آنها سرفکنده به لانه هایشان برگشتند و کودکانی که در آنجا بودند چیزهایی را فهمیدند که پیش از آن نمی دانستند. راستی این صدا صدای پای علی است، آرام و متین اما خسته و غمگین. از این پس علی فقط در محمل شب با تو راز و نیاز می کند. من لب ببندم از سخن گفتن تا علی بال بکشاید بر روی مزار تو، این تو و این علی و این نگاه همیشه مشتاق من. بانو. بسم الله الرحمن الرحیم. در عهد نبی شکفتن زهرا بود، یعنی که بهار گلشن زهرا بود، در سایه لطف پدر پرمهرش آسود دلارمیدن زهرا بود. هرگاه که ام اب خطابش می کرد، لبخند به لب نشستن زهرا بود. می گفت که قربان تو گردم زهرا، چون قصد نبی ستودن زهرا بود. روشن در و دیوار مدینه گاهی از خنده پرتو افکن زهرا بود. او سر خدایی و کسی جز معصوم کی لایق راز گفتن زهرا بود. مرآت اگر که تا تأنیس نداشت، کی محرم چهره دیدن زهرا بود. بخشیدن جامه عروسی به فقیر در خانه شوی رفتن زهرا بود. ایثار به مسکین و یتیم و به اسیر گویای کریم بودن زهرا بود. افطار خودش سه شب به سائل دادن برهان گرسنه ماندن زهرا بود. 9 سال به خانه علی بود مقیم، این مدت کم شکفتن زهرا بود. افسوس که ختم عمر 18 سالش توأم به جفای دشمن زهرا بود. توهین به اسلام و حریم قرآن، بشکستن باب مسکن زهرا بود. در عرصه صبر گر علی شد پیروز، با یاری صبر نشکن زهرا بود. 1 درس حمایت از امام معصوم، دنبال علی دویدن زهرا بود. 1 درس حمایت از امام معصوم، دنبال علی دویدن زهرا بود. پیش حسنین و زینبینش آخر جان دادن و چشم بستن زهرا بود. چیزی که نمی نمود زینب باور، در بستر مرگ خفتن زهرا بود. میداد چو غسل او علی زار گریست،
زان لطمه در که بر تن زهرا بود، داغی که دل و جان علی را بگداخت، درد دل خود نهفتن زهرا بود. دیگر پس از او خانه نشین گشت علی، چون مرگ علی به مردن زهرا بود. دردی که علی به چاه عمری می گفت، محنت زده جان سپردن زهرا بود. محسن که در آن حادثه جان داد حسن، افشاگر طرز کشتن زهرا بود. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا و رحمت الله و برکاته. من به قربون تو و تموم بچه هات علی، تضعیف شاعر فاطمیه، تضعیف مذهب سبک شمردن شهادت صدیقه کبرا، استخفاف به امیر المؤمنین. دل من چی که با جای بزرگی مثل تو، روز محشر نذاری آتیش بگیره جات علی. قل لا اسألكم عليها اجرا الا المودة في القربى. این آیه بس برای همه، اجر یک همچه رسالتی مودت به قربات. اقرب خلق به او کیه؟ فاطمه زهرات. به اتفاق شیعه و سنی اقرب الناس الیه فاطمه، از او دیگه کسی به من نزدیکتر نیست. شیری و کاسه شیر گفتی به قاتلت بدن، با قریب به اونجوری خوشا به آشنا. علی جان، من گواهی میدهم از گندمی که آدم خورد تو نخورد. گواهی میدهم که از گندمی که آدم خورد تو نخورد، و مردمانت را به نفرین نوح گرفتار نکردی، و به ابراهیم روحت فرمان ندادی تا شعله های سوزان را سرد و خاموش سازد، و از ارث سلیمانی محروم ماندی، و غرقه فرعونت را نخواستی. تو همچنان مسیحای این قوم ماندی. گواهی می‌دهم که همچنان از نگاه مستقیم به چشمانت شرم دارم، و با تلاطم دریای جانت آرام می‌گیرم. گواهی می‌دهم که لحظه‌ای از تو نرنجیدم، و تا پای جان ایستادم. گواهی می‌دهم که این قوم بر من جفا کردند، و آتش فتنه‌ها را افروختند، و فریب شیطان را خوردند. ای مردم،
ای مردم شما را چه شده است که در باز گرفتن حق من سستی روا می دارید؟ چرا دیده بر هم نهاده اید و از ستمی که بر من می رود چشم می پوشید؟ چه زود فاجعه آفریدید و چه زود رنگ عوض کردید. با آن که در شما توان آن هست که مرا در مطالبه حقی که در بازپسگیری آن فریاد می‌زنم یاری کنید، خاموشید.